آموزش مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی، سیستم‌های کنترل، دوربین‌های مداربسته. عناوین این درس شامل مواردی میشه که الان توضیح میدم. آیا میتونیم دوربین مداربسته رو توی باشگاه‌ها نصب کنیم؟ اگر میتونیم چه شرایطی داره و اگر نمیتونیم چه دلیلی داره؟ ویژگی‌هایی که در مورد نصب دوربین مداربسته توی باشگاه‌ها هست؟ چه مواردی رو شامل میشه؟ کلن چه خصوصیاتی باید داشته باشه دوربینای مداربسته توی باشگاه ها؟ مورد اول دوربین مداربسته با رزولوشن بالا هست، قابلیت دسترسی از راه دور داشته باشه و اینکه دوربین مداربسته ضد آب و ضد ضربه باشه. چه نکاتی رو باید در مورد نصب دوربین مداربسته توی باشگاه ها رعایت بکنیم؟ نصب دوربین توی هر منطقه ای و نصب دوربین ها توی مکان های عمومی، این دوتا موردی است که باید حتما بررسی بشه قبل از اینکه دوربین رو نصب کنیم. چه راههایی برای بالا بردن امنیت باشگاه ها وجود داره، چه از نظر سرقت و یا از موارد دیگه؟ نصب دوربین توی استادیوم های ورزشی چه ویژگی هایی داره و اینکه چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب مورد اول، آیا میتونیم دوربین مداربسته رو توی باشگاه ها نصب بکنیم؟ باید اول اینو توضیح بدیم که قانونی بودنش کاملا به قوانین اون کشور بستگی داره و اینکه ممکنه توی یک کشوری این قانونی باشه، توی یک کشوری ممکنه اجازه ندن یا فقط اجازه بدن بخش‌های دوربین مداربسته داشته باشه. پس دقت بکنید که اینو حتما رعایت بکنید. و اینکه قوانین در طول سالها میتونه تغییر بکنه. پس دقت بکنید که حتما قبل از اون از افراد مطلع پرسجو بکنید بعدن این کار رو انجام بدید. هر باشگاه هم با توجه به اون قوانین حفظ حریم خصوصی یه سری از بخش‌ها رو باید پوشش بده و یه سری از بخش‌ها رو نباید دوربین مداربسته داشته باشه، به خاطر اینکه یه سری از قسمت‌ها مثل سرویس‌های بهداشتی بخش‌هایی از اون جزء حریم خصوصی حساب میشه یا قسمت‌هایی از رختکن، همه اینا جزء حریم خصوصی حساب میشه، بنابراین باید حفظشون بکنیم. به صورت کلی نصب دوربین‌های مخفی توی هر مکان عمومی و باشگاه کار قانونی نیست، بنابراین این قانون کلی هست و دوربین های مخفی یه سری از اونها با دوربین های مداربسته برای کارهای مختلف متفاوته، رزولوشنشون هم متفاوته، ولی به صورت کلی نباید نصب بشه. حالا چرا ما نصب میکنیم؟ به خاطر اینکه برای پیگیری وقوع جرم یه مدرکی رو داشته باشیم. اگر باشگاه یا فروشگاه مورد سرقت قرار گرفت بتونیم این رو اثبات بکنیم. ویژگی‌های مهم در مورد نصب دوربین مداربسته توی باشگاه. دوربین‌های مداربسته با رزولوشن بالا مورد اولی هست که باید رعایت بشه. حتماً دسترسی از راه دور رو داشته باشه و اینکه دوربین مداربسته باید ضد آب و ضد ضربه باشه. دوربین‌های مداربسته با رزولوشن بالا. اولین نکته کیفیت تصویر هست که ما باید تصویر با کیفیتی رو داشته باشیم تا بتونیم بعداً ازش استفاده بکنیم. دوربین هایی که رزولوشنشون بالا هست جزئیات بیشتری به ما میدن و وضوح تصویر هم بهتر هست. بهترین دوربین ها با کیفیت 2M هستن. دسترسی از راه دور مورد بعدی هست که باید توی دوربین های مداربسته داشته باشیم. وقتی که توی باشگاه ورزشی کار میکنیم همیشه نمیتونیم داخل باشگاه باشیم. گاهی اوقات دم در هستیم، گاهی اوقات بیرون باشگاه باید یک کاری رو انجام بدیم، بنابراین بهتره که اون تصاویر داخل باشگاه رو بتونیم توی تلفن همراه هم داشته باشیم. دوربین های مداربسته باید ضد آب و ضد ضربه باشن. خرید دوربین هایی که استاندارد مقاومتی بالا دارن حتما توصیه میشه. علتش هم این هست که توی فضاهای پر ریسک باید استفاده بشن. پس اگه فضای شما جایی هست که خیلی براشون مهمه که کنترل بشه، مثلا توی موزه ها یکی از مواردی هست که خیلی باید کنترل بشه، پس بالاترین استاندارد رو اونها باید داشته باشن. حالا توی ورزشگاه ها یا باشگاه ها بستگی به اون
مواردی که شما داخل ورزشگاه یا باشگاه دارین بعد اینو کنترل بکنید و البته میزان هزینه‌ای که می‌خواید انجام بدید هم مهمه. به استاندارد IP دوربین یعنی ضدآب بودنش حتما توجه بکنید. برای اینکه به دوربین‌ها آسیبی وارد نشه باید از نوع ضد ضربه اونها استفاده بکنید و مقاومت بالا در برابر ضربه حتما وجود داشته باشه. عمر مفیدشون هم مواردی هست که باید حتما دقت بشه، مخصوصا وقتی که شما هزینه زیادی رو برای دوربین مداربسته انجام میدید. نکاتی که در مورد نصب دوربین مداربسته توی باشگاه باید رعایت بکنید. دوربین توی هر منطقه‌ای نباید نصب بشه. ما یه قسمت‌هایی رو داریم، مکان‌های عمومی هستن که توی اون قسمت‌ها میتونیم اینا رو نصب بکنیم. اما اینکه توی هر قسمتی اونم با هر درجه چرخشی بخوایم دوربین رو نصب بکنیم قانونی نیست و قبل از اون باید از پلیس آگاهی کمک بگیریم تا بعداً مشکلی برای ما به وجود نیاد. مشکلی که میتونه به وجود بیاد این هستش که شما حریم شخصی افراد رو نقض کردید و اونها میتونن از شما شکایت بکنن. نصب دوربین توی هر منطقه ای. اگه پارکینگ یا رستورانی توی باشگاه وجود داره باید دوربینای امنیتی توی این مناطق هم نصب بشه. خاطر اینکه قسمت‌های مهم ورود و خروجی هستن. نصب دوربین توی مکان‌های عمومی. در صورتی که دوربین توی فضای عمومی نصب بشه، پیگرد قانونی داره. اگه امکان نصب دوربین هم نیست، پس فقط توی ورودی‌ها این کار رو انجام بدید. حالا می‌خوایم ببینیم چه راه‌هایی وجود داره که ما بتونیم امنیت باشگاه‌ها رو افزایش بدیم. مورد اول این هستش که از سیستم‌های مدیریت دستی استفاده بکنیم. مثلا کارت‌های مخصوصی برای ورود و خروج افراد داشته باشیم تا بتونیم کنترل بکنیم که چه افرادی وارد میشن و چه افرادی خارج میشن. قفل الکترونیکی تهیه بکنیم. انواع این قفل‌های الکترونیکی اونهایی هستن که میتونیم با چشم‌ها یا اینکه با اثر انگشت کنترل بکنیم افراد رو و بهشون اجازه ورود و خروج بدیم. هزینه‌شون زیاده اما امنیت ما رو تأمین می‌کنه. به کارکنان هم باید آموزش بدیم. کارکنان باید بدونن توی چه شرایطی چه عکس‌العمل‌هایی نشون بدن. اینکه این آموزش‌ها باید همیشه بروز بشه. نصب دوربین توی استادیوم‌های ورزشی. اینها تصاویرش هست که می‌بینید. اینا دوربین‌های عنکبوتی هستن. انواع داره البته این دوربین‌های عنکبوتی، نه اینکه صرفاً هر دوربینی به این صورت بود. اما خب اون نام برندش هست و در واقع نوع دوربین ها هستن. حالا خودشون انواع مختلفی دارن که اینا بیشتر توی ورزشگاه هایی که خیلی بزرگ هستن استفاده میشه و ما نمیتونیم همه قسمت ها رو داشته باشیم. این قسمت هم اتاق کنترل هست که توی استادیوم های ورزشی حتما یه اتاق کنترل رو ما داریم یا توی مجموعه های ورزشی و این به صورت خاص فقط برای استادیوم فوتبال هست که کنترل میکنه چه دوربینی پخش بکنه و مدیریت پخش رو به عهده داره و این قسمت هم دوربین های تکی هست که از قسمت های مختلف ورزشگاه تصاویر رو ضبط میکنه و برای گیرنده ها میفرسته. توی این تصویر خیلی خوب میتونید قسمت های مختلف رو ببینید. الان دوربین هایی که مربوط به دوربین های عنکبوتی هستن میتونید زاویه‌اش رو ببینید که این میتونه بالا و پایین هم بره با کنترل این تناب‌هایی که بهش وصل هستن. اینم تصویر بزرگ شدهش هست که دارید می‌بینید. اما توی این قسمتی که مشکی شده ما میتونیم یه سری دیگه از دوربین‌ها رو داشته باشیم که این دوربین‌ها نصب شدن خودشون و از راه دور کنترل میشن. این قسمت‌ها به خاطر اینکه توضیح هم دادیم گفتیم قسمت‌هایی که طولی هستن بهترین دید رو به قسمت‌های مختلف زمین دارن. پس اینجا میتونیم افرادی رو بذاریم تا ضبط کنن تصاویر رو. هرچند که این دوربین ها هم خیلی خوب هستن ولی اینها هم میتونن از زاویه های مختلف مثل فردی که تماشاچی هست تصاویر رو برسونن. به خاطر اینکه ما میخوایم به افرادی که داخل خونه دارن تصاویر رو میبینن حس این که توی ورزشگاه هستن رو هم بدیم. بنابراین با این کار میتونه نوع بازاریابی رو انجام بده و اینکه این قسمت های زمین هم ما یه سری تبلیغات رو داریم. پس افرادی که اینجا هستن میتونن با توجه به اون که چه تبلیغاتی نیاز هست انجام بشه تصاویر رو ضبط بکنن. با هلیکوپتر هم میشه تصاویر ضبط بشه، البته با یه سری دوربین هایی که هوایی هستن و از راه دور کنترل میشن
بی‌سیم هستن، اما کیفیتشون اون مقداری نیست که برای شبکه‌های مختلف تلویزیونی خوب باشه. بنابراین توسط هلیکوپتر این کار رو انجام میدیم. تصویر محل قرارگیری دوربین‌ها در قسمت‌های مختلف، الان دو طرف پشت دروازه دوربین وجود داره برای اینکه حالا لحظات گل و این موارد رو ثبت بکنه. دو طرف اینجا دوربین هست. اینکه چرا این قسمت‌ها خیلی دوربین هست، به خاطر اینکه ممکنه حالا از خط هم رد بشه و اینا میتونه به داوری هم کنترل بکنه اینکه توپ از کجا رد شده، افراد از کجا رد شدن. فقط هم جهت نمایش این مسابقه به افراد دیگه نیست، خیلی میتونه توی داوری کمک بکنه و جلوی هر خطایی رو تا میشه بگیره. و این دوربین ها دوربین های خیلی بزرگی هستن که ارتفاعشون هم کنترل میشه. دوربین هایی که توی این قسمت و این قسمت هستن دوربین های دستیه که افراد با اونها حرکت میکنن و فیلم برداری رو انجام میدن. البته دوربین های عکاسی هم اینجا خیلی زیاد وجود داره. توی این تصویر هم میتونید یک استادیوم رو داشته باشید که حالا داخل این استادیوم بتونید برنامه‌ریزی بکنید که کجا باید دوربین وجود داشته باشه.